با سلام به شما مهمانان با سلام به خرمایم عزیز من هما جابری هستم 5.5 سال در زندان‌های رژیم ملاها بودم شاهد جنایاتشون بودم که اون رو در یک کتابی نوشتم یک خلاصه‌ای برای شما میگم 30 خرداد سال 60 وقتی که 18 سالم بود در تظاهرات 500 هزار نفره مجاهدین در تهران دستگیر شدم من رو به زندان اوین بردن 2 سال در سلول‌های انفرادی گوهردشت و اوین بودم از اونجایی که این رژیم ضد زن و به طور خاص ضد زن مجاهد بود وقتی دید نمیتونه روحیه مقاومت رو با شکنجه و سلول انفرادی از بین ببره تصمیم گرفت یک شکنجهگاه مخفی به نام واحد مسکونی در زندان قزلحصار درست کنه خانواده از بچه هاشون خبر نداشتن که در اینجا هستن و در شهرستان ها دنبال بچه هاشون میگشتن به این واحد مسکونی فقط لاجوردی جلاد و تعدادی از شکنجهگرها مثل خودش میتونستن تردد بکنن من و تعدادی از دوستانم رو به این محل بردن من 40 روز در کل اونجا بودم از همون ابتدا که ما رو سوار ماشین کردن چند شکنجهگر غول‌پیکر ضرب و شتم شروع کردن و ما رو با مشت و لگد و کاب می‌زدن تا یه محلی رسیدیم ما رو از ماشین پرتاب کردن در اون محل از اونجایی که هم شکنجه شده بودیم و هم پرت شده بودیم نمیتونستیم بیستیم و زمین می‌خوردیم بعد ما رو پرت کردن در یک اتاقی در این اتاق روی چشمندمون یک پارچه کلوف کشیدن که کامل صورتمون رو پوشوندن و گفتن تا شب شما رو خواهیم کشت بعد چند نفر شکنجهگر ساعت‌ها ما رو می‌زدن و به هم مثل توپ پاس می‌دادن. در این بین یک ضربه خیلی قوی به قلب من خورد که من ناگهان فریاد کشیدم و افتادم. اونجا فریاد زدن جرم محسوب می‌شد و هر کس که فریاد زیر شکنجه می‌زد شکنجه بعدی سخت‌تر بود. منو بلند کردن و شکنجه همینجور ادامه داشت تا نیمه‌های شب. نیمه شب دیگه خودم سر صورت هم داغون شده بود دستان به دلیل کابلی که زده بودن دیگه حرکت نمی کرد لاجوردی جلاد اومد صحبت کرد گفت اینجا آخر خط ما با شماست اینجا جهنم برای شما و کسی به داد شما نمی رسه هرچی می خواهید داد بزنید فریاد بزنید اصلا کسی صدای شما رو در اینجا نمی شنوه و خلاصه ما کار رو با شما اینجا یک سره می کنیم بعد از اون دیگه ما رو 3 روز نگه داشتن رو به دیوار بدون استراحت که هزیون میگفتیم زمین میخوردیم که در نهایت روز سوم من بیهوش شدم شرایط این زندان مخفی به این شکل بود که شبانه روز شکنجهگرها با ما در همون اتاق بودن بالای سرمون بودن تمام مدت چشم بسته رو به دیوار بودیم و من خودم 40 روز به این شکل بودم ولی خواهرانی که قبل از من بودن 6 ماه و یا بیش از 1 سال به این شکل بودن سکوت مطلق بود هیچ صدایی نباید شنیده میشد حتی صدای سرفه و عطسه با شکنجه بسیار شدید مواجه میشدیم حق فریاد زدن زیر شکنجه نبود هر کی فریاد میزد شکنجه ها سخت‌تر میشد و یا روزانه همه فرامین با کابل بود با کابل و مشت و لگد مثلا یه کابل بسیار کلوفتی بود که اونو وقتی یه بار میزد منظوری بود که بعد از چند روز میتونیم یه چند ساعتی بخوابیم روزانه چند نوبت با پخش صداهای وحشتناک و نوحه جمعی حمله میکردن و ساعتها زندانی ها رو خواهرامون رو میزدن جمعی میزدن حتی در زمان خوردن غذا و نماز خوندن با لگد میزدن میرفتیم تو دیوار یا به پهلمون میزدن که غذا رو بالا میآوردیم در اونجا امکانات بهداشتی صفر بود در اون 40 روزی که من اونجا بودم حمام مسواک نبود یک سرویس بود که اونجا بالا زده بود و تا مچ پامون در فاضلاب میرفتیم بعد از 40 روز منو به اوین منتقل کردن در اوین دوستانم که بیش از 1 سال اونجا بودن رو دیدم اونا به دلیل این شرایط ضد بشری تماما تعادل روانیشون از دست داده بودن و اصلا قادر نبودن تعریف بکنن که چه اتفاقی برشون افتاده فقط یک چند نفری که یه مقدار حالشون بهتر بود و پراکنده صحبت میکردن گفتن که با ما مثل حیوانات رفتار میکردن با شکنجه های خیلی وحشیانه مجبورمون میکردن صدای حیوانات در بیاریم ما رو 4 دست پا میکردن و سوار اون میشدن و یا صدها بار باید به خودمون فوشهای رکیک مینوشتیم و یا فوشهای رکیک به خودمون میدادیم و به تعدادی هم تجاوز شده بود
در واقع اگه بخوام بگم کسانی که در واحد مسکونی بودن یا در سر اون شرایط ضد بشری تعادل روانیشون از دست دادن و یا اینکه در قتل عام سال 67 اونها رو اعدام کردن، از جمله فرنگیس محمد رحیمی، شکر محمدزاده، اشرف فدایی و تهمینه ستوده. واقعیت اگه بخوام بگم من چطور اون شرایط رو پشت سر گذاشتم، فقط با ایمان و اتکا به برادر مسعود و آرمان آزادی بود که تونستم اونو پشت سر بذارم.